سلام و به یکی دیگه از ویدیوهای کانال آدمیرال خوش آمدید. ناوگان زیر دریایی های هسته‌ای تاکتیکی ترین نمایش قدرت دریایی است که کشوری می تواند به نمایش بگذارد. این ماشین های تهاجمی از نهایت رادار گریزی، انعطاف و دقت در هدف قرار دادن مواضع زمینی، دریایی و هوایی از زیر آبهای عمیق برخوردارند. با توجه به استفاده از سوخت هسته‌ای، این زیردریایی ها قادرند تا بیش از 20 سال بدون سوختگیری به کار خود ادامه دهند. اما یک مسئله سبب محدود شدن فعالیت آنها می شود. فقط برای 120 روز می توان برای خدمه آذوقه ذخیره کرد. بنابراین لازم از آنها هر چند وقت یک بار به سطح آب آمده و احتیاجات خود را تأمین کنند. برای انجام این کار معمولاً زیر دریایی به نزدیکی یکی از بنادر می آید و توسط یک کشتی تدارک می شود. فرایندی کند که برنامه ریزی و اجرای آن می تواند تا هفته ها هم طول بکشد. با هدف پیدا کردن جایگزینی سریع و ارزانتر، نیروی دریایی ایالات متحده در اکتبر 2020 دست به آزمایش عملیات تدارکاتی متفاوتی زد. در این عملیات تأمین مایحتاج زیر دریایی هسته‌ای طی مانوری 4 روزه در اطراف جزایر هاوایی با استفاده از هواپیما انجام شد. زیر دریایی بالستیک USS هنری ام جکسون از کلاس اوهایو سوژه این عملیات بود. در این عملیات هواگردهایی از 3 نیروی مختلف نظامی آمریکا مشارکت داشتند. هلیکوپترهای سی‌هاک نیروی دریایی، هلیکوپترهای آسپری تفنگداران دریایی و هواپیماهای C-17 گلوب مستر نیروی هوایی. علی‌رغم تجربه گسترده عملیاتی، C-17 در عرصه تدارک زیردریایی یک بازیگر تازه وارد محسوب می شود. این هواپیماها با وجود آنکه در سال 1991 ساخته شده اند، اما در ترابری هوایی به پایگاه‌های نظامی در سرتاسر جهان نقش کلیدی ایفا می‌کنند. با ظرفیت جابجایی 85 تن، توانایی این هواپیماهای عریض در فرود روی باندهای باریک و حتی خاکی منجر به اثر بخش بیشتر و بالا رفتن سرعت عملیاتی آن شده. بارگیری گلوب مستر جهت مأموریت‌های تدارکاتی معمولاً کار دشواری است، اما با امکانات پیشرفته‌ای که در این هواپیما تعبیه شده این کار اندکی راحت‌تر شده. کف محفظه بار وسیع آن مجهز به غلتک هایی است که بارگیری پالت ها را تسهیل می کند.
همچنین می توان با برگرداندن ریل ها کف آن را مسطح کرد تا بتواند حتی تانک 70 تنی آبرامز، هلیکوپتر و یا حتی ماشین های کاروان رئیس جمهور را نیز در خود جای دهد. C-17 برای اولین مأموریت خود در تأمین مایحتاج یک زیردریایی در دریا این بار میبایست از پایگاه هوایی هاوایی پرواز میکرد. مدیر بادگیری درب اصلی را باز میکند و دو هوانورد محمول را به داخل هواپیما میآورند. پس از دریافت دستورالعمل‌ها و مختصات نهایی هواپیما راهی مقصد می شود. خلبان موقعیت مکانی زیردریایی را شناسایی می کند و در ارتفاع و موقعیت مناسب محموله در نزدیکترین نقطه به زیردریایی به سمت در خروجی هل داده می شود. چتر نجات سبب می شود محمولا که ضد آب هستند فرود ملایمی بر روی سطح آب داشته و از آسیب در امان باشند. بعد از دریافت محموله ها مواد غذایی تازه به شکل مناسبی ذخیره می شوند تا بتوانند تا بارگیری بعدی خدمه را تأمین کنند. زندگی در یک زیردریایی برای خدمه کاملا متفاوت از زندگی روی کشتی‌های روی آب است. به عنوان نمونه در این زیردریایی کلاس ویرجینیا 134 خدمه مانند دیگر زیردریایی‌ها در یک روال 18 ساعته کار می‌کنند که به 3 شیفت تقسیم می‌شوند که در هر کدام یک وعده غذایی صرف می‌شود. شش ساعت برای وظایف نظارتی، 6 ساعت برای وظایف آموزشی و تعمیر و نگهداری و 6 ساعت برای استراحت، ورزش یا مطالعه. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.